جو بچه عزیز، دوستان توی خونه، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. همونطور که دارید میبینید عزیز دل رو اینجا گذاشتیم اینجا براتون توی نمای ساختمون که قیمت این ساختمون گرون بشه. امروز براتون از پست ها و ویدیوهای سمی روزگار و زایی که حالا نه مثل ویدیوهای سمی یکم متفاوته، هنوز اسمی برای این ویدیوها نذاشتم، شما انتخاب کنید ببینیم چه اسمی بذاریم. تیم اسمش رو بذاریم سالاد فصل، به خاطر اینکه داد به فصل و سالاد و تو خلاصه یه چیز داستان خیلی مخلوط و عجیب غریبیه این ویدیو. نمیخوام معطلتون کنم، یادتون نره که لایک و سابسکرایب و این داستان رو همین الان به صورت دو رگباری، تیرکمونی، شاتگانی بزنید و جر بدید، چون میخواییم بهتره کنیم. پس بدون معطلی سابسکرایب یادتون نره. بریم سر ویدیو، شوخی کردم. لیتس گو. نمیشه که یه خانم عکسه خانم خوشگل گذاشته جان. نمیشه که این خانم دکتر از اتاق عمل اومده بیرون، با آقای گفته متاسفم خانومت زیر عمل فوت کرد. آقای گفته فدای سرت، خودت که چیزیت نشد. خیلی با نمک بود. بریم بعدی. عکس بعدی نوشته که زیرش نوشته راست میگه. عکس وانت مزداه، بالاش هم نوشته مرد اونه که با مزدا مخ بزنه، با پرش قنبرم میتونه. راستشو بخواید مرد اونه که با مزدا بره کار کنه، شما مزدا داری دیگه نمیخواد بری مخ بزنی دوست من. شما برو با مزدا کار کن، مخو بذار واسه یه تایم دیگه، بعد کار پیاده هم بزنیم و قبولت داریم. پرش و مزدا رو که مقایسه نمی‌کردین دوستمون توی این عکس، و این مزدا، حالا ما مزدای باحال هم داریم، این مزدا که مخصوص کاره، و چرا باید راننده وانت درگیر مخزنی باشه؟ این باید بری جامعه شناسی بخونی چند سال تا ببینی که چرا فکرها توی یه چیز دیگه است و یه چیز دیگه توی کاره. وقتی این اتفاق روی میده اینجا. بله، یه 206 کثافت SD که سایپا گذاشته و خود پژو 206 شکایت کرده بود، شرکت پژو میگم، شرکت پژو 206، از این طرح، و اینا می‌خواستن یه چیز شبیه جنیفر لوپز بود. یادم یه سری شایعه اینجوری داشت، این ماشو گذاشته که یه ماشین بر داره میاره، زیرش نوشته اگه ایمان داری یه روز ماشین رویاهاتو اینجوری تحویل میگیری یه قلب لایک بذار. این ماشین رویاها، ماشین رویاهای یه جوون باید یه 206 سال 1900 و نمیدونم 92 باشه. چرا باید ماشین آرزوهاتون این باشه آخه؟ خدایا دلم میسوزه واقعا که جوونای ایرانی ببین چقدر آخه محدود کردن آخه. یعنی چی؟ اصلا ناراحت شدم، داشتیم میخندیدیم ناراحت شدم، اصلا مسخره کردنم نرم چی چیزی. این نشون میده که بگذاریم. نوشته که هنوز معلوم است تتلو چی کار کرده که سرقرشی با پشت دست زد صورتش. خیلی بی نمکید. آخه این چیه؟ خانم فاطمه درست کرده. آشقالی این چی بود درست کردی؟ در حد شوخی تا جایی که بی احترامی نشه مثلا چیز خنده‌داری، ولی خب اتفاقا جدیدنم امیر و خانم سهر قریشی هم خیلی به همگه میان، باحال شده، کاپل باحال شدن. من یه چیزایی میبینم تو اینترنت ازشون، به همگه خیلی میان، تا هر جا اصلا موفق باشن. خب میریم سر داستان که عکس این خانم بازیگر رو گذاشته، اسمش یادم نیست ولی خیلی باحاله. نوشته که یه نفر میره دکتر و وقتی داشته معاینه میشده یه بازرس ازش میپرسه. ریدم با این خوندم، من فارسیم خیلی ضعیفه، ادبیاتم کثافته من، خب فقط نام حرف بزنم دوستان عزیز. زده یه نفر میره دکتر و وقتی داشته معاینه میشده یه بازرس از راه میرسه و از دکتر میخواد که مدارک نظام پزشکیش رو نشون بده. عکس این دوتا رو هم گذاشتم بالا. دکتر بازرس رو میکشه کنار و بهش پول میده و میگه ببین من دکتر واقعی نیستم، این پول رو بگیر و بیخیال شو. ای کثافت. بازرس هم پول رو میگیره و میره. یعنی الان پارزا پیروزفر بازرس هست داره میره، اما مریض جلوی بازرس رو میگیره و اعتراض میکنه. بازرس میگه منم بازرس واقعی نیستم و فقط برای اخاذی. چی شد؟ واسه فقط برای اخاذی اومده، ولی تو به عنوان بیمار میتونی از دکتر قلابی شکایت کنی. مریض لبخند تلخی میزنه و میگه اتفاقا منم مریض نیستم. چی شد؟ هیچکی چی نیست و اومدم که برای مرخصی گرفتن چند روز استراحت استعلاجی بگیرم. دروغ و فریبکاری یک بیماریه که مثل موریانه به جون یک جامعه میافته و به مرور باعث فروپاشیش میشه.
دوستان عزیز. داستان هیچکی چی نبودی بود و در آخر نمیشه نظرتون چیه؟ چی باعث میشه آدم های جامعه دروغگو و فریبکار بشن؟ عرضم به درزتون که نمیدونم، ولی میتونم من حدسای خودم بزنم. اینکه چرا فریبکار و اینا میشن به نظر من همش از بیپولی و فقر میاد 100% و تربیت نداشته خانواده و این چیزا میاد. چرا باید یکی دروغ بگه و یه کاری رو الکی، چرا باید یکی دکتر الکی بشه؟ چون پول نداره درس بخونه 100% و مجبوره که اینجوری کار کنه و اون یارو هم پول نداره بره بازرس شه درس بخونه 100% که اخاذی میکنه و اون دوستمونم چون پول کم میگیره میخواد بیاد مرخصی استلاجی بگیره احتمالاً چون درآمدش کمه و میگه خب حالا بریم یکم، یعنی به نظرم اکشنی توش نیست. خیلی تاثیرگذار بودین. خب اینجا یه ویدیو داریم که عروس خانوم داره میدوه، یه ماشین عروسی دارم میبینم، عروس خانوم وسط اونجا داره میدوه، داره میزنه رو شیشه، اوه دوماد داریم با یه داف دیگه توی ماشین عروسی، اون داف داره فرار میکنه. چی دارم میبینم من؟ واو، عروس داره گریه میکنه. عروس چقدر شبیه یه نفره که نمیتونم اسمشو بیارم. موزیک هم داره ولی کپی رایت میخوره احتمالاً. واو. اوه صحنه رو دیدی؟ لپ کنه دوماد رو دیدم. لپ کنه دوماد. و این صحنه رو داریم که مردم دارن فراری میدن دومادو. دوماد کله قرمز. چی دیدم من؟ چرا؟ بسه هیچ دختری آرزو نمی کنم این داستانو، واقعا خیلی تلخ بود. خب باده نوشته که شجاع ترین دلیور کن راننده آمازون، این کسا که میان پستاتونو میدن و اینا، ببینیم چیه داستان. بله دوتا سگ پستا رو اومد گذاشت. پارس هم دارن میکنن سره. سره؟ میدن؟ میدن؟ برگام ریخت. بعد میزدن شجاع ترین زن کره زمین به نظر من. یه دونه ماشین چرا داریم کف آب میبینیم؟ اسم ماشین چی بود توی این مسابقه؟ برقیات. خدایا لوتوس. یه لوتوس کف آب. چین 4000 سوپرکارز ار ناو سیتینگ ات دی باتم اف دی اتلانتیک اوشن. 4000 سوپرکار، ماشینای سرعتی توی اتلانتیک، اقیانوس اتلانتیک هستن. چرا؟ اون فوریه 16 ا کارگو توی فوریه 16 2000 و فلان یه کارگوی یه کشتی به اسم شیپ نیم دی فلیسیتی ایس. فلیسیتی ایس کارد اون فایر اند 22 ممبرز ور اواکیویتد بای دی پورتوگیز نیوی. دی کارگو شیپ واز ان روت فرام جرمنی از آلمان داشته میرفته به آمریکا. 4000 لاکچری کار، لاکچری کارز. 4000 لاکچری کارز فرام دیز پاپولر برند. از برندهای لامبورگینی، آودی، پورش، بنتلی. All owned by parent company. وای همش هم کمپانیای اینجوری بودن. Now efforts were made to tow the ship back to shore, but on March 1st, the Felicity Ace officially sunk hundreds of miles off the coast of Portugal. وای. Now کشتیه ولی خیلی ما خیلی دور شده بوده دیگه نمیتونن چیزی. At the bottom of the Atlantic is roughly 4000 luxury cars including 4000 تا ماشین دراب میشن تو دریا. 1100 Porsches and several hundred Lamborghinis. 700 Lamborghinis. Including Aventadors that were Aventadorایی که خیلی دیزاین شده بودن. ای خدا بکش منو. Highly customized carrying huge price tags. Experts estimate the damages could be more than $300 million, which the Volkswagen group says will be covered by insurance. While car theft may be the همشون بیمه داشتن کاور بودن. وای تو اقیانوس این ماشین ها ریخته شدن. ای خدا. خب بریم ببینیم ویدیو چیه برام فرستاده بودن. ببینیم داستانش چیه. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز منم با یه دوربین مخفی باحال. ای خدا. چرا من باید اینو ببینم؟ حالا چی شده؟ حال شوخی با سپر خلصه، اونم با این شکل و شمایل. میخوایم بریم آقا بین مردم، امروز پارت اوله، میخوایم بریم بین مردم ببینیم که آقا این قیافه رو این شکل و با این شمایل میشناسن یا نه. بریم تا آخر کلیپ با من باشیم. دمتون گرم. فاگ زده این ویدیو صرفا جهت خنده شما عزیزان باشه و هیچ گونه توهینی به هیچ کس باشه. من جنبم بالاست، راحت باشی. سلام به همه عزیزان. بچا امروز اومدیم برای مصاحبه با آقای نگو که میخوای اونو به عنوان شهید معرفی کنی به این.
سلام رحمانی. آقای رحمانی، من امروز به شما عکس یه قهرمان رو نشون میدم. وای! عکس یه پاسدار رو نشون میدم. عکس کسی که به خاطر یه پیام رسانی به شهادت رسید. نشون میدم و شما ببینید که میشناسیدش یا نه. این درست خدمت ما چه دیگه؟ این عکس هست. یه پیام دارم برای پارسالی به عزیز. میشناسیدش؟ بله. ای بابا. یارو رو میگه بله. چرا دروغ میگی؟ شما میدونین که چیکار کرده یا اینکه من براتون بگم؟ ایشون برای یه ذره بلندتر اگه ایشون دفاع از حرم حضرت زینب دفاع از حرم باک چی دارم میبینم من؟ ایشون برای پیام رسانی به شهادت رسیدن. از فرمانده به سربازا برای پیام رسانی با خمپاره زدن و به شهادت رسیدن. شهیدش کردم فنا. سربازا هم نکردم بهش. اگر میشه یه صلوات هم بفرستیم. وای اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات داره میفرست. آقا دست شما درد نکنه. بچه ها پس خوب یادتون باشه اینا پاسدار ملت هم. What the fuck؟ اگر پیامی دارین برای قربان شما زنده باشه. یه پیامی چیزی برای جوونا. یه پیام برای جوون. جوونا همینه که خون شهدا رو قدرش بدونن. بله. و از خون شهدا پاسداری کنن. دور می مخفیون نمیشن. اصلا این الکی این خواننده. وای! وای بهش گفت بهش گفت خیلی بد شد دیگه خیلی بد شد آقا خیلی خنده دار بود ولی مرسی که تا اینجای ویدیو ما همراه بودید دمتون گرم اسم این تایپ ویدیوها رو نمیدونم چی بذارم نمیدونم واقعا یه چیز پیتزا مخلوطیه که همه چی توش هست و میم و نمیدونم همه اینا توش هست خیلی باحال بود ریاکتای باحالی کردیم و یادتون نره که چنل رو حتما به دوستاتون معرفی و ساب و چت و این داستانو بکنید زیر ویدیوها دوستتون دارم تا ابد منتظر کارهای خفن باشید بای